بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم جمعه فسعوا الی ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهید شنید سخنرانی حضرت آیت الله جناب آقای مصباح یزدی که قبل از خطبه های نماز جمعه مورخه دوم مرداد ماه 1377 مطابق با 29 ربیع الاول 1419 هجری قمری 13 قسمت تحت عنوان بحث فلسفه سیاسی اسلام در دانشگاه تهران ایراد گرفته است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صد. تهران بخش صد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. بلال طیبین طاهرین المعصومین. اللهم کن لبلیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. نسأل روح إمام الراحل والشهداء وعلى مقام الإسلام صلوات خير. قبل از شروع به بحث و ادامه مباحثی که مطرح کرده بودیم به مناسبت سالگرد اولین نماز جمعه تهران بعد از پیروزی انقلاب اسلام، نثار روح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و همچنین اولین امام جمعه نظام مرحوم آیت الله طالقانی رضوان الله علیه و همچنین کسانی که در طول این مدت در این نماز پربرکت شرکت کردند، به خصوص شهدایی که در این جایگاه نماز جمعه به فیض شهادت نائل شدند، نثار روح همشون صلواتی خطر. همطور که مستحضر هستید، موضوع بحث ما تبیین نظریه سیاسی اسلام بود. در این راستا از گردیم که بیان این نظریه مبتنی بر یک سلسله اصول موضوعه و پیشفرض هاست که در مقام بحث با مخاطب خودمون باید بر اساس این پیشفرض ها بحث کنیم. مهمترین پیشفرض‌هایی که ما باید در نظر داشته باشیم تا بر اساس اونها گفتگومون را انجام بدیم، بحثمون را انجام بدیم، سه نکته مهم است. اول اینکه زندگی اجتماعی انسان بدون قانون دوام پیدا نمی‌کنه و سامان نمی‌پذیره. قانون برای زندگی اجتماعی انسان ضرورت داره. دوم اینکه قانون احتیاج به یک قانون گذاری دارد که بتواند اهداف قانون را با وضع قوانین مناسب تحقق ببخشد. و سوم اینکه قانون بعد از اینکه وضع شد احتیاج دارد به یک مجری که این قانون را در جامعه لباس عمل بپوشاند و اگر کسانی قصد تخلف از قانون را دارند با قوه قهریه اونها را وادار به پذیرفتن قانون کنند. در ارتباط با موضوع اول که ضرورت وجود قانون هست، از کردیم تقریبا همه انسان ها در طول تاریخ این حقیقت را پذیرفتند و شخصی که ما بخواییم اسم ازش ببریم در میان اندیشمندان انسانی که
بگوید قانون برای جامعه وجود ضرورت ندارد نمی‌شناسد. اجمالاً کسانی نقل شده ازشون که وجود ارزش‌های اخلاقی در جامعه انسان را بی‌نیاز می‌کند از قوانین حقوقی، ولی این هم یک ایدئالی است که در طول تاریخ هرگز تحقق پیدا نکرده که همه مردم ملتزم به ارزش‌های اخلاقی باشند، و در آینده هم نمیشه پیش بینی کرد که روزگاری بیاد که همه انسان‌ها ارزش‌های اخلاقی را آنچنان رعایت کنند که احتیاج به قانون حقوقی نداشته باشه. به هر حال ما این را مفروض میگیریم که همه مخاطبین ما و همه کسانی که با ما در مسئله تبیین نظریه سیاسی میخوان گفتگو کنن اصل ضرورت قانون را پذیرفتند. اون چه در این باب باید بحث بشه و در اطرافش مذاکره بشه و به توافق برسیم این است که ویژگی های قانون مطلوب چیه؟ خب اصل قانون ضرورت دارد. آیا هر گونه قانونی در جامعه مطرح بشه کافی است و جامعه را به صلاح و سداد میرساند یا نه؟ قانون باید یه ویژگی های خاصی داشته باشه. اشاره کردیم که مکاتب مختلفی در این زمینه وجود داره. کسانی گفتند قانون باید عادلانه باشد. پس ویژگی قانون مطلوب این است که مبتنی بر اصول عدالت باشه. کسان دیگری گفتند که قانون باید مصالح اجتماعی را تأمین کند، و بالاخره کسانی گفتند وظیفه قانون فقط تأمین نظم و امنیت جامعه است. اینها چیزایش نظریات معروفترین نظریاتی است که در مغرب زمین وجود دارید. در مقابل اینا نظریات الهیین و به خصوص طرفداران اسلام است که میگن قانون باید متکفل مصالح دنیوی و اخروی انسانها باشد، نه تنها خواسته های مردم، نه تنها نظم و امنیت، بلکه علاوه بر اینها مصالح زندگی انسانها در دنیا و آخرت را باید مد نظر قرار بده. پس قانون نباید به گونه ای باشد که مصالح جامعه چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی و چه از نظر دنیوی و چه از نظر اخروی به خطر بیفته. اگر قانونی موجب اخلال یکی از این مصالح هست، چنین قانونی قانون مطلوب نیست و نمیتونه نیاز جامعه انسانی را برطرف کنه. در این باره قدری صحبت شد، ولی با توجه به مطالبی که بعضی از تحصیلگرده‌ها و صاحب نظران گوشه و کنار بیان فرمودند، من لازم دونستم توضیح بیشتری در این زمینه عرض بکنم. شاید شنیده باشید در رسانه‌های گروهی، در گفتمان‌ها، در نشریات کسانی استناد کردن به این که آزادی های فردی اونقدر محترم است که هیچ قانونی حق ندارد این آزادی ها را محدود کند و جلو این آزادی ها را بگیرد. یعنی حفظ آزادی های فردی امریست مافوق قانون. اگر قانونی مخل به آزادی های فردی باشد، چنین قانونی اعتبار ندارد. و چیزهای از این قبیل، از این دست، حالا نمونه شو عرض کردم، در رسانه های گروهی ما هم امروز شایع هست. من خواستم ریشه این مذهب را برای شنوندگان عرض بکنن تا اینکه با بصیرت بیشتری بتونن مطالب را انتخاب کنند و بپذیرن. این طرز فکر در واقع یک میوه ایست از فرهنگ غربی که ما اون را نمیپسندیم و احتراز میکنیم ازش، و مسئولین امر مکرر جامعه را از نفوذ عناصر این فرهنگ در جامعه ما برحذر داشتند. ما
برای اینکه یه مقداری روشن بشه، ممکنه بعض مطالب هم برای بعضی از شنوندگان عزیز ما سنگین باشه، ولی چاره ای نیست، چون بهترین جایی که ما میتونیم از اسلام دفاع کنیم در همین جاست. فرهنگ غربی مبتنی هست بر عناصری. اولین عنصر اساسی که میشه اون را ستون فقرات این فرهنگ نامید، گرایشی است به نام انسان مداری یا انسان محوری، اومانیسم یا هیومانیسم تلفظ انگلیسیش. این گرایش در اروپا در اواخر قرون وسطی به وسیله نویسندگان و ادبای معروف آن زمان من جمله دانته ایتالیایی مطرح شد و یک بازگشتی بود به عهد قبل از مسیحیت. چون میدونید دنیای اروپا قبل از اینکه مسیحیت از شرق، مسیحیت در شرق متولد شد، در فلسطین متولد شد، قبل از اینکه از شرق سرایت بکنه به اروپا، اروپا یک جامعه بت‌پرستی بود که مهمترین امپراتوری اون زمان امپراتوری روم بود که شامل روم شرقی یعنی همین ترکیه فعلی و روم غربی یعنی ایتالیا میشد. و این کشورها، این مجموعه تمام بت‌پرست بودن. بعد از اینکه مسیحیت به اونجا سرایت کرد و نفوذ کرد و بعد از اینکه روی این جمله تکیه میکنن و بعد از اینکه تحریف هایی در مسیحیت انجام گرفت و عناصری از بت پرستی به شکلی در آن اقهام و ادغام شد، جامعه اروپایی چنین مسیحیتی را پذیرفتند که نمونش همون مسئله تثلیث و بعد نصب مجسمه های حضرت مریم و امثال اونها در کلیساها و مجسمه های فرشتگان که الان شما بعضی از این کلیساها را وقتی ملاحظه می‌فرمایید خیلی شبیه هست به بت‌خانه‌های قبلی. بعد از اینکه این عناصر وارد شد در مسیحیت، دنیای اروپا چنین مسیحیتی را پذیرفت و قرن‌ها این مسیحیت جایگزین امپراتوری روم شد. کمک کمک همه فسادهایی که در امپراتوری روم بود به این امپراتوری که به نام مسیحیت بر مردم حکومت می‌کرد وارد شد و یک حکومت دنیوی عرض کنم فاقد ارزش‌های معنوی اما به نام مسیحیت و به نام حکومت خدا و به نام دعوت به آسمان و ملکوت بر اروپا حاکم شد و هر جنایتی را که می‌خواستند زیر همین پوشش مسیحیتی که از طرف آسمان و ملکوت هست اعمال میکرد تا مردم تنگ آمدن از این ظلم ها جنایت ها و بالاخره گفتن برگردیم به همون زندگی که قبل از مسیحیت داشتیم، بازگشت به انسان به جای خدا، بازگشت به زمین به جای آسمان، بازگشت به زندگی به جای آخرت گرایی. این جوهره تفکر اومانیستی است، یعنی خدا را بگذاریم کنار به جاش انسان بگذاریم. به دنبال این گرایش که کم کم با گسترش ادبیات رایج اون زمان از کدم یکی از برجسته‌ترین نویسندگانی که پیشگام بود در این جهت همون دانته، شاعر و نویسنده معروف ایتالیایی بود، بعد در تمام کشورهای مغرب زمین این تفکر رواج پیدا کرد و به عنوان یک ریشه ای شد برای درختی که شاخه های گوناگونی از این درخت از این ریشه سر برآورد. پس اومانیسم یک مادری است برای گرایش های دیگری که مجموعاً فرهنگ غربی را تشکیل میده. همینجا عرض بکنم که ما که میگیم من فرهنگ غربی، نه تنها غرب جغرافیایی منظورمون است و نه همه کسانی که در مغرب زمین زندگی می کنند، در اونجا هم کسانی هستند که گرایش های دیگری دارند، کسانی هستند گرایش های الهی خوبی دارند، کسانی هستند مکتب های دیگری دارند. برای اون چه ما میگیم فرهنگ غربی، یعنی اون فرهنگی که در کشورهای مغرب زمین
غلبه دارد و تسلط دارد و جهت می دهد به سیر اجتماعات غربی. در شرق هم ممکن است همین فرهنگ در بعضی از کشورها مثلا مثل ژاپن حاکم باشد. ما روی عنوان غرب جغرافیایی تکیه نداریم، منظورمون این فرهنگ الحادی است. خب پیداست ریشه این فرهنگ الحاد است، یعنی خدا را از فکر انسان برداشتن و به جای آن انسان گذاشتن. محور همه ارزش ها میشه انسان بر اساس این تفکر. ارزش ها چیزی است که انسان ها می آفرینند، واقعیتی ورای انسان ها ندارند. قانون چیزی است که انسان وضع می کند، کس دیگری حق در تعیین قانون ندارد. سرنوشت انسان ها را خودشان تعیین می کنند، نه در آسمان به وسیله خدا و فرشتگان تعیین شود. اینها عناصر اصلی تفکر هومانیستی است. به دنبال اون گرایش های دیگری پیدا شد که تدریجا در طول زمان از همین ریشه سر برآورد. دو تا دیگه از گرایش ها که مهمتر است و امروز در فرهنگ غربی در مقابل فرهنگ اسلامی مطرح است، یکی سکولاریسم است و یکی لیبرالیسم. خب وقتی خدا از زندگی انسان کنار رفت، دیگه طبعا دین جایگاهی در مسائل جدی زندگی نخواهد داشت. بنابراین باید دین را از صحنه جدی اجتماع، مسائل سیاسی، مسائل حقوقی کنار زد. اگه کسانی هم بر اساس این که خب انسان مدار شدیم، انسانهایی برای خودشون چنین ارزشی آفریدن به نام دین، این ارزش را فقط باید در معابد و در زندگی فردی لحاظ کنند. جایگاه این ارزش هایی که بعضی از انسان ها بر اساس تفکر خودشون می آفرینند در زندگی فردی و خصوصیشون است. در زندگی اجتماعی نباید اینا راه پیدا بکنیم. این همون تفکر تفکیک دین از سیاست و از مسائل جدی زندگی اجتماعی است که به نام سکولاریسم نامیده میشه. و بالاخره آخرین ثمره این تفکر هومانیستی لیبرالیسم است. وقتی گفتیم محور همه ارزش ها انسان است، کس دیگری جز انسان بر سرنوشت خودش حاکم نیست، پس باید انسان هر کاری دلش میخواهد انجام دهد، یعنی آزادی مطلق برای انسان. لیبرالیسم یعنی همین. خب اگر بخواهد هر فرد از زندگی کاملا آزاد باشه، این هرج و مرج میشه دیگه، جایی برای قانون وجود نخواهد داشت. خب اینو نمیشه تحمل کرد. پس جایگاه قانون کجاست؟ فقط جلوگیری از هرج و مرج ها در اثر افراط در اعمال خواسته ها. یعنی جامعه فقط احتیاج به قانونی دارد که جلو هرج و مرج بگیره. ماورای این، یعنی وقتی نظم در جامعه برقرار شد، امنیت در جامعه برقرار شد، دیگه قانون در هیچ چیزی نباید دخالت کنه. هر فردی باید اون چرا دلش میخواد آزادانه انجام بده. پس ملاحظه میفرمایید تفکر از هومانیسم شروع میشه، به دنبالش سکولاریسم و نهایتا به لیبرالیسم ختم میشه. اینها عناصر اصلی فرهنگ غربی است. اگر ما میگیم مواظب باشید فرهنگ غربی هجوم نیاره و فرهنگ شما را تاراج نکنند، منظورمون چنین فرهنگی است که اینا عناصر اصلیش هستند. خب بعد از اینکه این فرهنگ در مغرب زمین رواج پیدا کرد، به دنبال اینکه مغرب زمین در دنیا به واسطه پیشرفت‌های صنعتی و تکنولوژی زرق و برق‌هایی ایجاد کرد و جاذبه‌هایی به وجود آورد، کشورهای دیگه کمابیش تحت تاثیر این فرهنگ قرار گرفتن و به عبارت دیگری که خودشون میگن، جامعه شناسان میگن با صدور تکنولوژی غرب فرهنگ غربی هم صادر شد. و این یک واقعیتی است که چنین شده. حالا آیا باید همیشه اینجور باشد یا نه و میشه جدا کرد تکنولوژی را پذیرفت بدون فرهنگش یا نه، اون جای خودش بماند، بحث دیگری است، الان موضوع بحث من نیست. ولی اون چه شد این است که همراه با صدور تکنولوژی غرب فرهنگ غربی هم به سایر کشورها صادر شد. کمابیش تمام جوامع انسانی تا اونجا که بنده اطلاع دارم از این فرهنگ اثر پذیرفتند و بالاخره جامعه
اسلامی ما و کشور اسلامی ما هم از این فرهنگ بی بهره نماند. و همونطور که در جلسه قبل اشاره کردم، التقاط ها و اختلاط هایی انجام گرفت. اون چه امروز در میان روشن فکران ما در رده های مختلف وجود دارد، همین اختلاط فرهنگ اسلامی با فرهنگ الحادی غربی است. منتها این اختلاط در رده های مختلف تفاوت دارد. در بعضی جاها فرهنگ غالب فرهنگ غالب غربی و اسلام کمرنگ شده، بعضی جاها نه، هنوز اسلام پررنگ است ولی مخلوط با عناصری از فرهنگ غربی هم شده. و بالاخره در یک جمله جو فرهنگی ما یک جو غبارآلود و مهالود است. جو فرهنگی اسلامی شفاف در هیچ جای دنیا الان وجود ندارد. مهمترین فضایی که میتواند و باید فرهنگ اسلامی را شفاف کند و غبار فرهنگ های بیگانه را از آن بزداید، فضای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. و چون چنین توانی در این نظام وجود دارد و مردم به خاطر فرهنگ اسلامی از همه چیز خودشون گذشتند و این انقلاب اسلامی را به وجود آوردن، بزرگترین خطر را برای فرهنگ غربی به وجود آورده. در این روزنامه کیهانی که در روز سه‌شنبه منتشر شده، حتما سفارش میکنم این را مطالعه بفرمایید، همین تیترهای اولش در صفحه اول نوشته شده بخوانید، کافیست برای اینکه موضع غرب را در مقابل انقلاب اسلامی ایران درک کنید. جمله اول این است، من فقط همین جمله رو میخونم، بقیه شو میگذارم خودتون مطالعه کنید. رئیس بخش تحقیقات مؤسسه سیاست‌های خاور نزدیک واشنگتن این را اظهار داشته، جمهوری اسلامی ایران یک خطر عقیدتی با برد جغرافیایی منحصر به فرد است. اونچه اونها اون خطری که ازش میترسند خطر اقتصادی نیست، چون اقتصاد خودشون قوی تره. خطر نظامی نیست، چون سلاح‌های مرگباری در اختیارشون هست که سایر کشورها را نمیگذارن بیدار کنند. از نیروی نظامی برخوردار هستند که در سایر کشورها نه از نظر کمیت و از نظر کیفیت وجود ندارید. تنها از یک چیز میترسند، با اون خطر فکری و عقیدتی و فرهنگی است. صراحتن میگه جمهوری اسلامی ایران یک خطری با برد جغرافیایی نامحدود و منحصر به فرد دارد. این است که موجب خطر برای جامعه غربی شده. و همه تلاش هایی که میشه این است که این عقیده را تضعیف کنند. در بقیه چیزهایی که اومده، البته مقاله بسیار مفصلی است، این چیزهاش رو برید بخونید اگر فرصت خوندن همه مقاله شو ندارید. تصریح میکنه تا این نظام ولایت فقیه بر ایران حاکم است، ما نمیتونیم نفوذ کنیم. وقتی ما میتوانیم در ایران نفوذ کنیم که این نظام ولایت فقیه سرنگون بشه. و مطالبی از این قبیل. به هر حال اونچه جوهر فرهنگ ما را تشکیل میده، خدا محوری در مقابل انسان محوری است. ما با در عدم قدم اول روی همین مسئله تکیه کنیم. آیا ما ملاک ارزش ها را خدا میدانیم یا خواسته های انسان ها؟ آیا حاکمیت واقعی از آن خداست یا از آن انسان ها؟ آیا جایگاه اصلی در حاکمیت مال خداست در زندگی ما، در فکر ما، در اندیشه ما، در سیاست ما، در حقوق ما و در سایر شئون زندگی ما، یا جایگاه اساسی مال هوس‌های انسان هاست؟ این را یک بار باید تعیین کنیم.
گفتن این مطالب در اینجا من میدونم به چه قیمتی برای من تمام میشه، ولی بزرگترین رسالت روحانیت در این عصر این است که این فضای غبارآلود را شفاف کند تا مردم ما بفهمند مطالبی که در رسانه ها گفته میشه، در روزنامه ها نوشته میشه، کدامش بار اسلامی دارد و کدامش بار کفر، کدامش ما را به اسلام نزدیک میکند و کدامش ما را به قطب کفر و الحاد نزدیک میکند. چه عناصری از فرهنگ بیگانه غربی الحادی کفرآمیز در فرهنگ ما وارد شده و در اثر اختلاف ما اونها را نمیتونیم درست از همدیگه بازشناسی کنیم. کار اصلی روحانیت همینه. قرآن کریم میفرماید اگر کسانی که اهل کتاب و اهل علم هستند بدعتها را آشکار نکنند، حقایق را روشن نکنند، مشمول لعنت خدا و فرشتگان و همه خلایق قرار خواهند گرفت. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. وظیفه اصلی ما همین است، فضا را روشن کنیم، مفاهیم شفاف بشه، معلوم بشه اسلام چیه، کفر چیه. اختلاط و التقاط است که باعث این شد قضیه عاشورا به وجود بیاد و از روز اول قبل از اون عاشورا جریان دیگری اتفاق افتاد و همچنان این اختلاط ها و التقاط ها و ابهام ها منشأ مفاسدی برای جامعه اسلامی شد تا روزگاری که مردی از تبار اهل بیت قیام کرد و بسیاری از مفاهیم اسلامی را روشن کرد و کسانی که او را پذیرفتند و به او دل دادند این انقلاب عظیم را به وجود آوردند. و البته تا جوانان غیوری که همه چیزشون را فدای اسلام کردند و می کنند وجود داشته باشند، هرگز اجازه نخواهند داد به آرمان اسلامیشون کمترین خدشه‌ای وارد بشه. به حمد الله مردم مسلمان ما از آگاهی سیاسی و اجتماعی بسیار بالایی برخوردار هستند و خودشون وظیفهشون رو میدونند که در عمل چه باید بکنند. ما نیامدیم وظیفه عملی برای اونا تعیین کنیم. وظیفه ما روشن کردن جو فکری و عقیدتی است. ما فقط میخوایم روشن کنیم اسلام چیه و کفر. میخوام بگیم فرهنگ اسلامی و خودی کدام است، فرهنگ بیگانه و فرهنگ الحادی کدام است. اومانیسم، سکولاریسم، لیبرالیسم، اینها عناصر اصلی فرهنگ کفر و الحاد است. در مقابلش خدامحوری، اصالت دین و ولایت فقیه و محدود بودن انسان در دایره اطاعت از خدای یگانه عناصر اصلی فکر اسلامی است. درست در مقابل هم، اونها آزادی مطلق از همه چیز حتی از اطاعت خدا، این همه چیز فدای اطاعت خدا. اون حذف خدا از تفکر و از زندگی انسان، این برافراشتن پرچم توحید و جایگاه خدا در زندگی اسلام. انسان این محور فکر ماست و فکر محور انقلاب ماست. به هر حال در این راست است که ما عرض کردیم قانون از دیدگاه اسلام باید طوری باشد که انسان را به مصالح معنویش برساند. تنها تأمین نظم و امنیت اجتماعی وظیفه قانون نیست. از دیدگاه لیبرالیستی چون هدفی جز لذت بردن از زندگی دنیا ندارند، قانون وظیفه‌ای جز فراهم کردن اسباب لذت برده رساند. تنها تأمین نظم و امنیت اجتماعی وظیفه قانون نیست. از دیدگاه لیبرالیستی چون هدفی جز لذت بردن از زندگی دنیا ندارند،
قانون وظیفه ای جز فراهم کردن اسباب لذت بردن وظیفه ای نداره. چیزی که مخل لذت بردن انسان ها از زندگی فردیشون و استفاده زورمداران از قدرت خودشون میشه مزاحمت دیگران است. تا اونجایی که این مزاحمت فراهم نشده قانون کاری نداره، فقط به خاطر اینکه آزادی های دیگران به خطر نیفته و نظم جامعه به هم نخوره تا مردم بتونن از هوس های خودشون بهتر برخوردار بشن. این هدف قانون در تفکر اومانیستی لیبرالیستی غرب است. خب طبعا بر این اساس قانون بسیار جای محدودی خواهد داشت. دولت باید کمترین دخالت را در زندگی مردم بکنه، چون اصل این است که آزاد بشن، هر کاری دلشون میخواد بکنه. بر این اساس این جمله هم معنا پیدا میکند که حفظ آزادی ها فوق قانون است. اما از دیدگاه اسلام قانون برای این است که خط صحیح زندگی انسانها را ترسیم کند، جامعه را هدایت کند به سوی مصالح مادی و معنویش، و حاکم اسلامی کسی است که این مصالح را در جامعه پیاده کند و اونچه این مصالح را تهدید می کند جلوگیری کند. می بینید که بین وظیفه حاکم اسلامی با یک حاکم دموکراتیک و لیبرال چقدر فرق داره. اون فقط باید اجازه بده زمینه ای فراهم کند تا مردم هوس های خودشون را تحقق ببخشند به هر شکلی باشه، فقط جلوگیری از بی‌نظمی بکنه. ترجمه‌اش نشید دیگه تمام مطلب. اون کسانی که میگن آزادی فوق قانون است، مثلا اون کسانی که اهل تحصیل هستند، اهل تحقیق هستند، خودشون رو صاحب نظر میدارن، من دوست دارم این جمله را به اونها عرض کنم، شاید برای بعضی از شنوندگان ما خیلی جالب نباشی. عرض میکنم اصولا ماهیت قانون یعنی گزاره ای که حقی را برای کسی و تکلیفی را برای دیگران تعیین کند. حالا فلسفه حقوق نمیخونیم ما، من جمله ها تیتروار از میکنم میگذرم، کسانی که خودشون اهل مطلب هستن درک میکنن چی میگم. قانون اصلا یعنی این که جلو آزادی ها را میگیرد. اگر بناباشد هر کسی هر چه دلش میخواد انجام بده که دیگه قانون میخوام برای چی؟ قانون اونجایی مطرح میشه که باید کسانی از بعضی از خواسته های خودشون صرف نظر کنند، وگرنه قانون چه کار است؟ اگر بنا باشه هر کسی هر چه میخواد انجام بده، چه قانونی ما به چه احتیاجی به قانون داریم؟ ماهیت قانون گزاره ایست که حقی را برای کسی و تکلیفی را برای دیگران تعیین میکند. حتی اگر ما چنین قانونی داشته باشیم که همه انسانها حق دارند آزادانه مثلا فرض کنید که مسکن انتخاب کنند، اگه چنین قانونی بین المللی ما می داشتیم که هر انسانی در هر نقطه از زمین خواست مسکن انتخاب کند آزاد است. این یعنی چی؟ این بیانش اثبات یک حقی است برای همه انسانها، اما این حق بدون تکلیف است. معناش این است که هر کسی حق دارد جایی را برای مسکن انتخاب کند و دیگران باید این حق را محترم بشمارند و مزاحم او نشوند. پس قانون یا تصریحا یا تلویحا متضمن باید و نباید است. حتی اونجایی که حق هم برای همه اثبات می کند، معناش این است که باید دیگران این حق را رعایت کنند و محترم بشمارند. هیچ قانونی که باید و نباید نداشته باشد نداریم. پس شأن قانون اصلا محدودیت کردن آزادی است. وقتی میگه باید چنین کنید یعنی غیر از این نباید بکنید. وقتی میگه نباید چنان کنید یعنی آزادیاتون رو باید محدود کنید. پس قانونی که بگوید هیچ آزادی نباید محدود شود این تناقض است. قانون آن است که آزادی را محدود می کند.
بنابراین ما چیزی فوق قانون نخواهیم داشت، مگر اینکه در یک جایی ما بیاییم آزادی های خاصی را تعریف کنیم، بگیم این آزادی ها باید رعایت شود. مثلا این میشه یک قانون، منتها یک قانونی فوق قوانین دیگه. ولی اگر قانونی بخواهد بگوید هیچ محدودیتی در هیچ آزادی نباید به وجود بیاید، این اصلا تناقضه، این لغو است. هیچ انسان عاقلی نمیتونه همچه حرفی بزنه، چون اصلا شأن قانون محدود کردن آزادی است. پس این شعاری که میدن که قانونی حق ندارد آزادی ها را محدود کند، اگر منظور مطلق آزادی است این تناقضه. اما اگر بگه آزادی های خاص، عرض میکنیم کدام آزادی ها؟ کی باید تعیین کند که کدام آزادی ها مشروع است و کدام نامشروع؟ میگن آزادی های معقول و مشروع. خب از یه جایی باید تعیین بشه که این آزادی های مشروع و معقول کدامه. در هر نظامی بر اساس فرهنگ خاص خودش یه سلسله چیزهایی را مشروع میداند، معقول میداند، دیگران اونها را نامشروع میدانند. تو یکی از سخنرانی قبلی بعضی از نمونه هاش عرض کردم که برای بعضی ها خوشایند نبود. چه کنیم اگر نمونه ها را نگیم؟ مسائل همچنان مبهم میمونه. پس آزادی مطلق معنا نداره. هیچ قانونی نمیتواند تضمین کند مطلق آزادی را، ولی قانون نخواهد بود. اما آزادی های محدود یعنی بعضی از آزادی ها برای انسان مجاز است. کلام دارید است که کی اون بعض را تعیین می کند؟ یا وقتی در یک متن قانونی میاد که قانون باید آزادی های مشروع مردم را تأمین کند، یک جایی هم باید تعیین بشه که آزادی های مشروع کدام است. اون چیزی که تعیین می کند که آزادی مشروع و معقول و مفید کدام است، اون خودش میشه قانون. پس چگونه ممکن است قانونی باشد که باید هر گونه آزادی را تضمین بکنه؟ به هر حال پس برمیگردیم به یک مبنا. اگر کسی بگوید هر گونه آزادی در جامعه مجاز است، این معناش یعنی هیچ قانونی لازم نیست و هیچ عاقلی چنین حرفی نمیتونه بزنه، مگر اینکه متوجه اونچه میگه نباشه، لوازم حرفش رو نفهمه. پس هر کس دم از آزادی هم میذاره، قطعا آزادی محدود منظورشه. سوال ما این است که کیست که حدود آزادی را تعیین میکنه؟ اگر به دلخواه باشد، بازم هرج و مرج، هر کسی میخواد منافع خودش تامین بشه. کی باید این قانون آزادی را تعیین کند؟ ناچار یک قانونی به وسیله یک قانون گذاری باید تعیین بشه. اگر ملاکش همین خواسته های مردم باشه، همیشه هوس بازان غالب خواهند شد. بر اساس اومانیسم و لیبرالیسم این قابل توجیه است، برای اینکه شأن قانون بیش از این نیست که جلوگیری از هرج و مرج بکنه، هر چه خواستن مردم بهشون بدن، فقط هرج و مرج نباشه. اما از دیدگاه اسلامی قابل قبول نیست، این اشکال مبنایی است. ما نمیتونیم با پذیرفتن اسلام لیبرالیسم رو بپذیریم. اگر پذیرفتیم که قانون یعنی اون چه مصالح انسانها را تأمین می کند، با این که بگوییم هر انسانی هر چی دلش می خواد انجام بدهد و با رأی او قانون قانونیت پیدا می کند، این دوتا با هم سازگار نیست. یا خدا محور یا انسان محور. به زبان روز بگیم یا باید اللهیست بشیم یا اومانیست. نمیشه هم انسان مدار بود هم خدا مدار. یا تعیین کننده سرنوشت ما خداست یا خود ما. این دوتا تناقضه، این شرک است. اگر خدا رو حذف کنیم کفر و الحاد است. اگر ما میگیم فرهنگ اومانیستی فرهنگ الحادی است، به همین دلیل میگیم، چون خدا رو حذف کردند به جاش انسان گذاشتند. پس با پذیرفتن انسان نمیتوان لیبرالیسم پذیرفت. این دوتا متناقضند، 180 درجه فاصله دارند، با هم جنگ اساسی و بنیادی دارند.
بی خود نیست که سیاستمداران آمریکا متخصصین میان میگن تا نظام اسلامی در ایران حاکم است ما نمیتوانیم با اونها سازش کنیم، چون دو تفکر متناقضه، اینا با هم نمیسازید. پس اولا ما باید این مسئله رو حل کنیم که ویژگی قانون مطلوب چیه. فقط باید نظم را در جامعه برقرار کند، خواسته ها و آزادی های فردی را تأمین کند تا مادامی که تزاحم با آزادی های دیگر نداشته باشد، یا قانون باید مصالح واقعی انسان ها را تأمین کند، چه اکثریت مردم بخواند و چه نخواند. قانون واقعی اون است که مصلحت واقعی را بیان کند. البته اگر اکثریت پذیرفتن به عمل در میاد، اگر نخواد فقط در همون عالم نفس الامر خودش باقی میمونه. اجرایش البته باید دست مردم باشه، اما قانونیتش و مشروعیتش به چیه؟ قانون مطلوب فقط آن است که دلخواه مردم را تأمین میکنه، یا قانون مطلوب آن است که مصلحت مردم را تأمین میکنه؟ این دو دیدگاه است، دو مبناست، اینا با هم آشتی پذیر نیستند. خلق کردن اینها یعنی ایجاد یک جو مهالود فرهنگی تا کسانی که میخوان از آب گلالود ماهی بگیرند. ما باید جو رو شفاف کنیم، معلوم باشه اسلام کدام است، کفر کدام است، تا هر کدام را هر که خواست بپذیرد. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. اما بدانند که کدام متاع متاع دین است و کدام متاع متاع کفر. متاع کفر را به جای دین نگیرند. این وظیفه ماست که این مفاهیم را شفاف کنیم، این غبارها را از این جنب فرهنگی بزداییم تا مردم آگاهانه انتخاب کنند. مسئله دومی که مطرح میشه توی همین ها آمده، ما باید با شیوه های خاصی که اشاره کرده جوی به وجود بیاوریم تا در ایران دموکراسی و آزادی به جای دین حاکم شود. اینها ناشیانه اهداف خودشون را صریحا گفتن. بنده اگر هزاری با زحمت میخواستم به شما بگم که آقا هدف آمریکا اینه، شما به این آسانی ها باور نمیگردید. به حمدالله اینها صریحا خودشون گفتن. ما باید به هوش باشیم، بدونیم چه میکنیم. شیوه هاش هم گفتن از چه راهی باید وارد بشیم. به هر حال در جلسه گذشته هم اشاره کردم که بین اسلام و دموکراسی در مقام قانون گذاری این دوتا هم آشتی برقرار نخواهد شد. توضیح این مطلب تا اندازه که فرصت بشه در این جلسه عرض میکنم، اگر بقایایی موند انشاءالله جلسه بعد. دموکراسی مفهومش، معنای تحت لفظیش، یعنی مردم سالاری، حکومت مردم. این سابقه ای از در افکار پیشین یونانیان داره تا اونجایی که تاریخ فلسفه و فلسفه سیاستشون میده. وارد این بحثانی میخوام بشم، اینا تو کتاب ها زیاد نوشته شده، تو مقالات زیاد نوشته شده. برادران و کسانی که علاقه مند باشن میتونن اونها مراجعه بکنن. شأن بنده اینجا نیست که بیام کتاب‌های فلسفه سیاست برای شما بیان بکنم و بخونه. اون چی به ما مربوط میشه اینه، دموکراسی یعنی اعتبار دادن به نظر مردم. سوال این است که این اعتبار محدود است یا نامحدود. اصالت وقتی میگیم با رأی مردم است، یعنی ولو برخلاف رأی خدا باشد یا نه، مشروط است. اگر اعتباری هم دارد مردم، رأی مردم در حدی است که تضادی با حکم خدا و اراده خدا نداشته باشد. کدام؟ اون چه از این مفهوم، از این واژه در غرب اراده می شود و مفهوم واقعیش هست همینه که ملاک خواست مردم، هیچ نیروی دیگری در آسمان و زمین حق ندارد در سرنوشت مردم، در قانون گذاری برای مردم دخالت کند، نه خدا و نه مادون خدا.
قانون همان است که مردم میخوان. آیا همه مردم؟ عملی نیست. اکثریت مردم سرایت اظهار نظر ندارن. کم کم این دموکراسی، ایده دموکراسی از دموکراسی خام قدیمی باستانی تحولاتی پیدا کرده تا رسیده به امروز که یک تلفیقی از دموکراسی و از نخبه‌گرایی شده. یعنی مردم بیاند نخبگانی را انتخاب کنند تا اونها بیاند قانون را وضع کنند. این دموکراسی که امروز در عالم است اون دموکراسی اصیل نیست، ولی به هر حال در همه این مراحل اصالت با رأی انسان است، یا همه افراد یک جامعه یا نخبگانشون. البته مستقیما نخبگان نه، بلکه بعد از اینکه مردم بلا دیگه دموکراسی نمیشه. عموم مردم بیان نخبگانی مثل نمایندگان مجلس انتخاب کنن، اونها قانون وضع کنن، اونها به خواست مردم قانون وضع میکنن، ولی دوره بعد انتخاب نخواهند شد. برای اینکه خواست مردم را رعایت کنن اون چه مردم میخوان وضع میکنن، این میشه قانون. پس ملاک قانونیت خواست انسان است. در این زمان انسانهای نخبه‌ای که عموم مردم اونها را انتخاب کردن، این حاصل دموکراسی است که امروز در عالم وجود داره. مفهوم دموکراسی هم غیر از این نیست. باز در همینجا تصریح شده که هدف ما این است که یک حکومت دموکراتیک در ایران برقرار شود به جای حکومت روحانیت و ولایت فقیه و به جای حکومت اسلامی. معنی دموکراتیک همینه، یعنی هیچ عامل دیگری غیر از خواست مردم در تعیین قانون دخالت نداره. آیا مسلمان ها میتونن این رو بپذیرند یا نه؟ کسانی که متاسفانه بعضی هاشون هیچ انتظار ازشون نمیرفت اعتراض کردن این چه حرفیه که فلانی میزنه؟ اسلام با دموکراسی کاملا سازگار است. بنده که سوالی برای مطرح میکنم جوابش دو تا چهار تا میگم، آیا رأی مردم حتی اگر خلاف حکم قطعی خدا شد باز هم معتبر است یا نیست؟ اگر بگویید نیست پس این دموکراسی نیست. برای اینکه اعتبار به رأی مردم نشد، ملاک رأی خدا شد، اون محور شد، اون ملاک شد دعای صحت و صبح. اگر میگید رأی مردم حتی اونجا که برخلاف حکم قطعی خدا باشد ملاک اعتبار قانون میشود، آیا این وقت میشه اسلام؟ پس اسلام یعنی چی؟ پس کفر کدام است؟ مگه اسلام جز این است که ما باید اطاعت از خدا و رسول بکنیم؟ مگه اسلام دیگری هم داریم ما؟ بله امروز میگن قرائت‌های مختلفی از اسلام وجود دارد، هر کسی یک قرائتی دارد. اون قرائتی که این انقلاب بر اساس اون به وجود آمده جزه نیست که باید احکام خدا و ارزش‌های الهی در جامعه خود فرما بشید. قرائت اون کسانی که این انقلاب را کردند و تا آخرین قطره خونشون از آرمان این انقلاب حمایت خواهند کرد جزه نیست. پس اگر دموکراسی به این معناست، خواهش میکنم اون کسایی که میخوان در رسانه ها نقد بکنن توجه به عبارت ها و الفاظ داشته باشن، جا به جا نشه، تحریف نشه، برداشت های غلط نشه. اگر دموکراسی در بعد قانون گذاری به معنای اصالت دادن به رأی انسان هاست حتی در اون جایی که برخلاف حکم خدا باشد، چنین دموکراسی از دیدگاه اسلام و مسلمین مطرود است. اما اگر دموکراسی معنای دیگری داشته باشه، خب ببینیم چه معنای دیگه میشه کرد. فرض کنید کسی به اینجور معنا کنید، بگه با حفظ مبانی و اصول و ارزش‌های اسلامی در جایی که قانون صحیح صریحی از ناحیه اسلام نیامده و به تعبیر بعضی از بزرگان منطقه الفراغ است،
در اونجایی است که خدا قانونی وضع نفرموده، اگر چنین وضعی داشته باشیم ما. در اونجایی که مردم به احتیاج به قوانین خاصی در شرایط زمانی و مکانی دارند، در اونجا باید مردم دخالت کنند و با تعیین نمایندگانی قوانین خاصی برای این شرایط متغیر زمانی و مکانی وضع شود. اولا این چیزی است که در کشور ما وجود دارد. مگه مردم نمیان نمایندگان مجلس انتخاب کنند؟ مگر نمایندگان مجلس نمیشینند بحث میکنند، لایحه‌ای تنظیم میکنند و به تصویب میرسانند، بحث میشه در اطراف سایه قانون تصویب میشه؟ این همون چیزی است که در همه دنیا وجود داره و به عقیده ما به بهترین شکلش در ایران هم وجود داره. حالا میفرمایید نه، به هر حال این که مردم نمایندگان انتخاب کنند برای تعیین مقررات متغیر در شرایط خاص زمانی و مکانی، این چیزی است که در کشور ما جریان داره، کسی مخالفت نکرده. منتها از دیدگاه تئوریک یک مطلب اینجا وجود داره، اون در عمل تأثیری ندارد. عمل همین است که میشه. امام هم همین روش را امضا فرمود، قانون اساسی ما هم همین روش را امضا کرده، ما هم هیچ مخالفتی نداریم. اما از نقطه نظر تئوریک یک مسئله وجود داره و اون این است که وقتی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساندند، اعتبار قانون از آن جهتی است که نمایندگان رأی داده اند و از آن جهتی است که مردم این نمایندگان را برای این کار گسیل داشتند، یا از جهت این است که به نحوی مورد تأیید ولی فقیه است، اون یه مسئله دیگری است. از دیدگاه نظری ما معتقدیم اولین حقی که انسان باید رعایت کند در زندگی حق خداست. اگه بناست ما حقوقی رعایت کنیم، اولین حق حق خداست. بالاترین حق خدا بر انسانها حق ربوبیتش هست. ربوبیت دو شاخه دارد، یک ربوبیت تکوینی، یک ربوبیت تشریعی. ربوبیت تشریعی این است که هرچی خدا دستور می‌دهد، انسانها واجب است اطاعت کنند. پس اگر چیزی خدا نهی کرد، نباید که انجام داد. این تضییع حق ربوبیت الهی است و نوعی شرک. بر این اساس قانونی در جامعه انسان‌ها اعتبار خواهد داشت که مورد رضایت خدا باشه. اگر خدا نهی فرمود، اون قانون اعتباری نخواهد داشت، چون حق خدا تضییع میشه و در سایه تضییع خدا حقوق انسان‌ها تضییع میشه. مگر خدا نفعی دارد در قانون گذاری؟ مگر خدا در امر و نهی ها و تشریع احکام جز مصلحت انسان‌ها چیزی میخواد؟ پس اگر جایی برخلاف حکم خدا رفتار شد، یعنی برخلاف مصلحت انسان ها، پس اون رکن اصلی اعتبار قانون که حفظ مصالح انسان ها به خطر می افته. هم حق خدا تضییع میشه، هم مصالح انسان ها به خطر می افته. پس چنین قانونی اعتبار نخواهد داشت. این است که بعد از این که نمایندگان مردم قانونی را به تصویب می رسانند، یک فیلتر دیگری گذاشته شده. با اون این است که قانون شناسان و دین شناسان اون قانون را بر موازین شرع تطبیق کنند، ببینند آیا مخالفتی با حکم خدا دارد یا ندارد. این جایگاه شورای نگهبانه. فقهای شورای نگهبان کارشون همینه. اگر فقط رأی مردم دخالت داشت در اعتبار قانون، شورای فقهای شورای نگهبان چه کار میخواستن بکنن؟ مردم رأی دادند، به وسیله نمایندگانشون قانون تصویب شد، شد قانون معتبر. در نظام جمهوری اسلامی جایگاه شورای نگهبان اولا و به ذات اینه، البته وظایف دیگری هم داره، که قوانین موضوعه مجلس را، یعنی اون چه مردم بهش رأی دادند یا مستقیما یا به وسیله نمایندگانشون که معمولا به وسیله نمایندگان است، این را تطبیق کند بر احکام شهر، مخالفتی با حکم خدا نداشته باشید. این که میبینید امروز غرب زدگان و کسانی که آب به آسیاب دشمنان ما میریدند دم از حذف شورای نگهبان میکنند، یک جهتش همینه.
میخوان فیلتری وجود نداشته باشه که قوانین را با اسلام تطبیق بکنیم. و بالاخره امروز من این جمله رو میگم، شاید شما باور نکنید و انشاءالله نیاد روزی که مصداقش تحقق پیدا کند، اما بدانید که غرب زدگان لیبرال ها در صدد این هستند که اسلام و ولایت فقیه را از قانون اساسی حذف کنند. انشاءالله خدا چنین فرصتی به این دشمنان اسلام و نظام اسلامی ندهد. وقت من گذشته، تتمه بحث در زمینه دموکراسی را به جلسه بعد واگذار خواهم کرد. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم می‌دهیم که عزت اسلام و مسلمین را روزافزون بفرما. دلهای ما را از آفات شک و شبهه و انحراف و التقاط محفوظ بدار. این نظام اسلامی را تا ظهور ولی عصر از همه آفات مسون و محفوظ بدار. روح امام راحل بنیانگذار این نظام مقدس را با انبیا و اولیا محشور بفرما. شهدای عزیز ما، به خصوص اون کسانی که در حفظ این نظام و فرهنگ اسلامی تلاش کردند، با انبیا و اولیا محشور بفرما. خدمتگزاران به این نظام مقدس در هر پست و مقامی هستند، زیر سایه ولایت فقیه اونها را محفوظ و مؤید بدار. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. عاقبت ما را ختم به خیر بفرمام. و السلام علیکم و رحمت الله.